حالا برگشتیم پیش دکتر هوبان و داریم بحث لبنیاتمون رو تکرار میدیم. تکرار میدیم؟ continue. آها دنبال میکنی. Can we start? شما میتونیم نه نمیتونیم دوباره شروع کنیم. ادامه بده. نه نه کارگردان میگه بعد ادامه بدیم. خب so ادامه میدیم. ادامه بدیم. و دکتر هوبان یکی از چیزایی که نگران منو نگران میکنیم پوکی استخوانه. مام بزرگ من پوکی استخوان داره. و دکترش بهش گفته چند تا لیوان شیر بخور. شیر گاو. و من الان نگران هم که شما میگی شیر گاو نخوره. درسته. ولی به خاطر کلسیمی که تو شیره دکتر بهش گفته که درست. خب این یه پیشنهادی که اکثر دکترها میکنن و هم برای بچه ها که برای رشدشون بخورن، هم برای آدمایی که مثلا پوکی استخوان دارن. خلاص اصلا جریان شده شیر تو شیر به اصطلاح. شنیدی میگن شیر تو شیر. بله. اینه که ببین اولا که پوکی استخوان معنیش برای نیست که طرف کلسیم کم داره. معنیش برای اینه که طرف کلسیم رو نمیتونه به درستی جذب کنه. خب و وقتی که خب نمیتونه جذب کنه، خب مسلما اون شیری که در اون کلسیمی که در شیر هم وجود داره نمیتونه، به خصوص کلسیمی که در شیر گاو وجود داره که برای انسان، یک انسانی که تازه جذبش خیلی بالا باشه نمیتونه به راحتی اونو جذب، چه برسه به کسی که اصلا جذب کلسیمش مختل هستش، یعنی درست کار نمیکنه. اما اون بزرگی من که الان داره پوکی استخوان داره، این بخاطر اینکه جذب نمیکنه. بله بخاطر اینکه عدم توانایی جذب کلسیم. و اگه ما با سن جذب کلسیم کم میتونه بره میشه. بله هورمونای خانوما یه مقدار تحلیل میره، یه مقدار بعد داروهایی که میره. شاید مشکل تیروئید داره، شاید به قول شما داروهای شیمی خوب یاد گرفتی دیگه. بله داروهای شیمیایی درسته. داروهاش بله به خاطر اینکه بدنو اسیدی میکنه. ببین یکی از دلایلی که ما دچار پوکی استخوان میشیم اینه که بدن اسیدی میشه. حالا قبل از اینکه بگم بدن اسیدی میشه چه اتفاقی میفته، اگه من به شما بگم که هر چی ما شیر بیشتر بخوریم، به خصوص کسانی که پوکی استخوان دارن، هر چی بیشتر بخورن بیشتر به پوکی استخوان نزدیک میشن و پوکی استخوانشون بیشتر میشه، چی میگی؟ باور نمیشه. باور نمیشه. خیلی هم باور نمیشه. یه چیزی کم داری باید در صورتی که درست برعکسشه. این یکی از مهمترین موارده. ببین شیر کامپوزیشنش چیه؟ دفعه پیش صحبت کردیم. کلسیم داره، البته یه مقدار زیادی مواد معدنی داره. بله. که تو سنگ هم اینا هست به اصطلاح، تو خیلی بله. چیزا هست. و اسید فسفوریک داره، اسید سولفوریک داره و به طور کلی خاصیتش اسیدیه. خب وقتی خاصیتش اسیدیه وارد بدن که میشه، بدن همیشه باید خنسا کنه اسید رو. هر نوع اسیدو از گوشت گرفته مواد حیوانی و خیلی مواد دیگه مثل قهوه یا کافئین و خیلی چیزای بیشتر که خب دو تا اسید داره، اسید سولفوریک و اسید فسفوریک، هر دوی اینها باعث میشه بدن اسیدی بشه. چیزایی که بدن رو اسیدی و خنسا میکنه، یکی مگنیزیوم، یکی کلسیم، یکی سدیم، یکی پتاسیم. میزون میکنه. بله خنسا میکنه، میزون میکنه. خب بافر میکنه. بله. خب حالا اون بدن تنها چیزی که بهش دسترسی داره بیشتر از همه اینا کلسیومه. اونم چجوری؟ کلسیوم توی استخون‌ها رو. بله. برای که بدن همیشه میخواد سروایو کنه. بله. میخواد خودشو نجات بده. بله. و مهم نیست بدن چی بشه، در اون لحظه میخواد خودشو نجات درسته. بده. خب برای همین کلسیوم از استخون‌ها میکشه، لیچ میکنه، میاره توی خون که اون خونسا بشه. پس هر چی ما شیر بیشتر بخوریم، نه فقط شیر بلی مواد اسیدی بیشتر، چون میدونی که یکی از مهمترین عوامل باعث تمام بیماری ها اسیدی شدن بدنه. ببینید من الان شما این حرف رو میزنید اصلا دارم فکر میکنم که همه روزم میگذره با چیزای اسیدی. خب بله حالا اصلا ما باید برنامه هایی بذاریم هم در مورد پوکی استخوان. بله. و هم در مورد اسیدی و قلیایی، به خاطر اینکه واقعا اسیدی بودن بدن یکی از مهمترین عوامل باعث به وجود آمدن اکثر بیماری های مزمن میشه. خیلی چیز خطرناکیه. بله اسیدی. برای همین باید میزون بشه. حالا اونو میتونیم صحبت کنیم، ولی برگردیم سر سابجکت. بله. لبنیات. بله. پس میبینی که نه تنها و حالا فکر کن این کلسیم که در شیر وجود داره و جذب نشده و به احتمال زیاد برای آدمایی مثل مادر بزرگ شما 99% جذب نمیشه، چی میشه؟ رسوب میکنه. رسوب میده یعنی چی؟ کلسیفیکیشن. دیپازیت میکنه. خب؟ بله. و چی میشه؟ میره روی عضلات، میره روی مفاصل. بله. میره توی مثانه، میره توی کل مثلا کلیه ها و یا عروق. تمام اینها ایجاد کلسیفیکیشن و یا رسوبات کلسیمی میکنه که اون هم رسوبات کلسیمی خودش شروع بسیاری از بیماری هاست. گولستون. و
بعضی از منظور سنگ صفرا، بعضی از سنگ صفرا ها میتونه به خاطر اون باشه، نه همش. بله بله. ولی خیلی از ناراحتی های روسبه کسایی میتونه به واسطه مشکلات باشه. دکتر هوبان، برای من این سابجکت خیلی جالبه. پس شما راجع به این سابجکت فکر کنین، یه مقدار تعمق کنین، تعمق کنین. من اصلا دیگه نمیخوام شیر بخورم. اصلا دیگه گذاشتم کنار. بسیار. ولی یه چیزی که بتونیم بخوریم به جای شیر، سری به دوستامون بگیم. ریشه سبزیجات. که میتونیم در برنامه آینده راجع به این خیلی بیشتر صحبت کنیم که یک چرا یک لیوان آب هویج به مراتب بسیار کلسیم بیشتر به بدن ما میرسه تا یک لیوان شیر. حالا خب مرسی. خب بگو با ما باشین. با ما باشین تا دفعه دیگه.